باز هم این قصه پرقصه از خانم مینا اسدی میخواهم به معترضانی که امروز قیام مردم را با نفرت مورد نقد و بررسی قرار میدهند بگویم که این جوانانی که جان در راه آرمانشان گذاشتند از سر بیکاری و وطن فروشی وارد پیکار و مبارزه نشدند وقتی توده میلیونی به خیابان ریختند از سیری نبود گرسن و پا بودند از سر نفرت به جاه و جلال یک اقلیت نبود از بیکفشی و بیکلاهی کودکانشان بود که با شکم گرسنه و چشمهای گریان به خواب می رفتند امثال من و ما که دستشان به دهنشان می رسید کم بودند سر بزرگ واقعیت زیر فرش های گران قیمتی بود که کودکان تراخمی کرمان می بافتند این همه ترازو به دست نگیرید و نکشید که حالا چه شد بهتر شد این سربردستان همین قدر میدانستند شما بفرمایید به جای سخنرانی و بحث و فحص و عرصه را در دست بگیرید و علم و کتل اندیشه های خودتان را برپا کنید این حکومت ما قبل تاریخ ساخته و خواسته مبارزان نبود اما این قیام چهره دین مداران روشن فکر و پرمدعا را فاش کرد و نشان داد که چه گند و گوهی زیر این آرامش پیش از طوفان پنهان بوده است چه کسانی مردم را در جهل و نادانی نگاه داشته بودند اعوان و انصار رژیم پیشین چه کسی بوغ اسلام آن هم از نوع شیعه را در دست داشت و در آن میدمید رژیم پیشین چه کسی آن هم انجمن حجتی و مدارس اسلامی و حسینی ارشاد را ساخت رژیم پیشین مردم در شکم مادرشان مسلمان نشدند اگر از آن همه پولی که برای دین پناه شدن مردم خرج میشد مدرسه و بیمارستان می ساختن امروز این جنایتکاران ما قبل تاریخ قداره قد داره نمی بستن و مردم را قل و غم نمی کردن. این غارش های سمی برآمده از کشت حکومتی است که از ترس حجوم همسایه چپنما ملت را در دامن اسلام رها کرد چرا فیزیکدان دانشمند امام را در ماه دید چرا این همه تحصیل کرده که به قول شما با بورسیه شاه به اروپا فرستاده شدند، پیش از همه به دست بوسی امام رفتند و در صف بلند نماز جمعه دولا راست شدند چرا کسانی که امروز هنوز در تلویزیون ها رادیو ها سخن پراکنی می کنند یک جمله در نقد خودشان که روی پشت بام مدرسه رفای استاد و شاهد و ناظر قتل بودند نمیگویند و از ما شاهدان زنده تای خجالت نمیکشند و در کمال بیشرمی به نام دموکراسی و مدارا در کنار ویران کنندگان ایران می نشینند و فرهنگ گفتگو را تبلیغ می کنند و هنوز تیغ تیز انگشت اشارهشان به سوی این جان باختگان است توده میلیونی محض شوخی و خنده به خیابان ریختند اگر گرس نبود و بیکار نبود و بدبخت نبود و خوش و خورم بود پس به خاطر اسلام بچه هایش را قربانی کرد چه کسی مذهب را تقویت می کرد چه کسی در کتاب پیش به سوی دروازه تمدن به اینکه ایران تنها کشور شیعه جهان است افتخار کرد و مردم را به تبعیت از آن فراخواند چه کسی آن همه آخوند را به روستاها و شهرستانها فرستاد که مردم را از خدا و پیغمبر بترسانند و در جهل مرکب بمانند نسلی که این همه مورد لعن و نفرین شمایان هستند خوب میدانستند که در آسمان خبری نیست و شما که هنوز در آسمان به دنبال چیزی می گردید باز هم امامان دیگری را در ماه پیدا می کنید باز هم به نام احترام به عقاید مردم به رواج جهل دامن می زنید باز هم به مذاهب پیراهن نو و مردم را میفریبید و باز هم این قصه پرقصه ادامه خواهد داشت مینا اسدی 13 ژانویه 2016 و با تشکر از ایشان